کتاب پلوس پونگ سطح آ کتاب اولش یک صفحه یازده رو ادامه میدیم خب قبل از اینکه ادامه بدیم صفحه 11 رو از دوستانی که تازه به جمع پیوستن خواهش میکنن برن زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بکوون روش و بیان تو جمع ما به بوخش تا بن بوخ صدای خ میده بوخش بوخش تا بن به معنای حروف الف با خب یه بار دیگه بوخ بخش بوخش بوخش تابن آ آ ای نداریم ای به انگلیسیه به آلمانی آ ب ب ت ت سی نداریم سی به انگلیسیه به آلمانی ت د د ا ا ای نداریم ای به انگلیسیه به آلمانی ا اف اف گ جی نداریم جی به انگلیسیه به آلمانی ما میگیم گ ها اچ دیگه نداریم ها ای 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 دیگه نداریم آی به انگلیسیه به آلمانی ای بعد دهنتون رو واز بکنید که بتونید درست تلفظ بکنید ای یوت یوت دیگه جی نداریم جی به انگلیسیه به آلمانی یوت کا کا ال ال ام ام ان ان او او پ پی دیگه نداریم پی به انگلیسیه پ کو کو دیگه کیو نداریم کیو به انگلیسیه با آلمانی ما میگیم کو ار ار آر دیگه نداریم ار اس اس ت ت او او دیگه یو نداریم یو به انگلیسیه با آلمانی او فاو فاو دیگه و نداریم و به انگلیسیه فاو و و, و این W به انگلیسیه به آلمانی ما میگیم و X X اپسیلون دیگه وای نداریم وای به انگلیسیه به آلمانی ما میگیم اپسیلون Z Z دیگه Z نداریم Z باید زبونتون رو پشت دندون بالاتون به درست بتونید تلفظ کنید Z خب تو آلمانی چهار تا حرف جدید داریم که قبلا تو درس های قبلی باهاشون آشنا شدیم دیگه حالا اینجا کاملش رو بهتون میگیم اگر آ دو تا نقطه بالاش بگیره بهش میگن آ اوملاوت آ اوملاوت که صدای ا میده او اگر دو تا نقطه بالاش باشه میشه او اوملاوت که صدای او میده او یه خورده بعد از تو گلو بگیر او 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 دو تا نقطه بالای صدای او میده او او دو تا نقطه بالاش او اوملاوت میشه که صدای او میده او او یه مقدار از تو گلو هم بگیم صدای او 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 اس ست اس ست اس ست گفتیم مثل بتا نوشته میشه که صدای همون س رو میده دیگه درسته اس ست بهش میگن اس ست خب من یه بار دیگه حروف رو میخونم آ ب ت د ا e, اف گ ها ای e. یوت کا ال ام ان او پ کو اگ اس ت او فاو، و اکس اپسیلون زد ای او او اس زد ازتون خواهش میکنم که چندین بار این رو برای خودتون تکرار بکنید و خوب یادش بگید که ملکه ذهنتون بشه این پایو اساس زبان آلمانیه این باید حسابی ملکه ذهنتون بشه با اون صداهایی که بهتون یاد دادم دیگه میتونید هر جمله یا کلمه ای رو به زبان آلمانی بخونید خب شماره دو نوشته هرنزی اون نتیرنزی دی بوخشتابن هرنزی یعنی بشنوید خب قبلا داشتیم اون یعنی و نوتیغنزی زی نوتیرن زی یعنی یادداشت بکنید دی بوخشتابن این حروف الفبا رو بغل دو هم ببینید یه بلنگو کشیده که نشون دهنده سی دی این کتاب باید بشنوید و اینجا یادداشت بکنید که چه صدایی رو داره میگه خب اینجا یه فعل جدید داریم نوتیرن نوتیغن به معنای یادداشت کردن چیزی یا نوت برداشتن از چیزی و یه اسم جدید داریم بخشتابه اسامی رو گفتیم که باید با آرتیکلشون حفظ کنیم بخشتابه مزکره بس آرتیکلش در در بخشتابه در حالت جمع هم میشه دی بخشتابن در بخشتابه یعنی حرف الفا دی بخشتابن در حالت جمع یعنی حروف الفا این تمرین رو باید از روی سی دی گوش بدید و ببینید چه صداهایی میگه که اونجا یادداشت بکنید جواب این توی صفحه 188 این کتاب الان من عکسش رو براتون گذاشتم شماره یک او هسته شماره دو G هسته شماره سه ان هسته شماره چهار آ هسته شماره پنج ام هسته شماره شیش ای هسته شماره هفت ف هسته شماره 8 و haste شماره 9 a umlaut هسته شماره 10 c haste شماره 11 t haste شماره 12 s t haste برای شماره 3 hören Sie und notieren Sie یعنی بشنوید اوند و notieren Sie notieren Sie گفتیم یادداشت بکنید die Namen نامنم نامن قبلا داشتیم دیگه یعنی اسم این اسامی رو یادداشت بکنیم همونجوری که میبینید شماره سم یه بلنگو بغلشه یعنی اینکه این سی دی داره و بعد برید توی سی دیش گوش بدید همونجوری که میبینید یه مکالمه هستش که توش یه اسم و یه فامیل گفته میشه و بعد سوال میکنه که این چجوری نوشته میشه و از اون میخواد که اون رو هجی بکنه یعنی حرف به حرفش رو بگه که مثلا چجوریه و موقعی که این داره هجی میکنه شما باید این حروف رو بنویسید برای شماره یک برای شماره دو برای شماره سه و برای شماره چهار این یه تمرینی هستش برای یادگیری حروف الف جوابم توی صفحه 188 هشت همین کتاب هستش که جوابم من براتون میذارم آ میگه وی هایسنزی وی هایسنزی رو قبلا داشتیم دیگه یعنی شما چی نامیده میشید به جواب میده یو شته یو شوت یوت بود دیگه جی نبود دیگه گفتیم جی به انگلیسیه یوت او آ یو س ها صدای خ میده یو اس ها صدای ش میده شو شوت یو اخیم شوت بعد آ باز میپرسه وی بیت وی بیت وی حالت بی تعجب یعنی ببخشید نفهمیده اسم یارو رو نفهمیده بعد میپرسه Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Wie رو که قبلا داشتیم کلمه پرسشی شقایبن شقایبن فعل جدید به معنای نوشتن شقایبت در حالت سوم شخص مفرد من اینجا به معنای یه نفر وی شقایت من یعنی یه نفر چجوری می نویسه داس گفتیم دیگه داس زمیر اشاره بود دیگه اونجا توضیح دادیم داس اینجا یعنی این را این رو چجوری یه نفر می نویسه میخواد بپرسه که این چجوری نوشته میشه توی آلمانی بعد اینجوری بپرسیم وی شایپ من داس اون وی بیته وی بیتا مثل همون انچولگون بود انچولگون توی صفحه قبل که یارو اسمش رو نفهمیده بود گفتش که انچولگون وی هایسنزی یعنی ببخشید اسمتون چیه اسم یارو نفهمیده اینجا هم مثل همون انچولیگون هستش یعنی ویبیته ببخشید ویش قلب منداز این چجوری نوشته میشه به جواب میده مومنت یعنی یه لحظه یه لحظه سب کن ایش بخشتابیغه بخشتابیغه ایش رو قبلا داشتیم یعنی من بخشتابیغه از فعل بیغن میاد یعنی به معنای هجی کردن میگه ایش بوخشتابیغه یعنی من هجی میکنم بوخشتابیغه در حالت اول شخص مفرده گفتیم صفر فعل رو بعدا میگیم خب حالا اس رو میخواد هجی بکنه یعنی حروف به حروف میخواد برای یارو بگه و شما باید این حروف رو یادداشت بکنید حالا چجوری هجی میکنه اینجوری میگه یوت او آ C ها ای M S C H O T E اینجوری بهش میگن هجی کردن یا بخشتابیغن کردن بس میشه یا اخیم شده خب یه نکته ای رو در مورد انچولگونگ در حالت تعجب و ویبیته در حالت تعجب بگیم که جفتشون حالت تعجب و یه چیزی که یا نفهمیدید یا خواهید بگید مثلا ببخشید اینجوریه انشولگونگ در حالتی که شما مثلا دارید تو خیابون میرید یا آدرسی میخواید بپرسید به یارو میگید انشولگونگ یعنی ببخشید که حواس یارو رو بگیرید بعد سوالتون رو بپرسید وی اینجوریه که داری با یه نفر صحبت میکنی یه چیزی اون داره میگه یه مطلبی رو اون میگه شما متوجه نمیشید و میخواید اون مطلب دوباره تکرار بکنه یا بفهمید چیه اونجا باید بگید ویبیته یعنی ببخشید این کاربرد ویبیته اینجوریه انچولیگونگ اونجوریه انچولیگونگ تو این موقعیت هم میتونید استفاده بکنید ولی ویبیته رو تو موقعیت انچولیگونگ نمیتونید استفاده بکنید یعنی موقعیت که گفتم میخواید مثلا یه سوالی بپرسید بیرون همینجوری دارید میرید یا آدرس میخواید بپرسید نمیتونید بگید ویبیته اونجا باید بگید انچولیگونگ یه نکته دیگه هم راجع به من بگم ببینید من اینجا فائل کمکیه حالا ما ترجمهش میکنیم یعنی یه نفر در اصل ولی توی فارسی یعنی موقعی که ما میخوایم بگیم که چجوری نوشته میشه میبینید جمله ما فائل نداره در اصل دستور زبان ما موقعی که به یه نفر میگیم این چجوری نوشته میشه ما فاعل نداریم درسته این هم همینه تقریبا که ما اینجا به عنوان یک نفر ترجمه میکنیم یعنی میگیم یه نفر این رو چجوری مینویسه این مان کاربردش اینجوریه تو همه جاهایی که شما میخواید کلی سوال بکنید از همین فایل کمکی مان استفاده میکنیم که جلوتر جایگاه دیگرش هم میبینید نکته آخر هم راجع به مومنت هست مومنت یعنی وایسا, وایسا یه لحظه کن منظور اینه میخوای بگی وایسا یه دقیقه صبر کن میگی مومنت کاربردش اینجوریه تو زبان فارسی جواب این تمرین توی صفحه 188 این کتاب هستش که الان جواب رو من براتون گذاشتم تمرین شماره دو میگه وی وی یعنی اسم شما چیه بعد به جواب میده سامی خدیرا بعد آ جواب میده وی بیته یعنی ببخشید وی این رو یه نفر چجوری می نمیسه نکاتش رو قبلا گفتیم و بعد دوباره به جواب میده مومنت یعنی یه لحظه کن ایش بخشتابیه من هجی میکنم بعد میگه S A M I und dann K H E D I R A سامی خدیرا تمنی شماره سه میگه وی هایسنزی یعنی شما چی نمیده میشید بعد به جواب میده سوزان موله سوزان موله بعد آ میپرسه وی بیت به مخشید وی من داس؟ این رو یه نفر چجور می نویسه؟ بعد به دوباره جواب میده مومنت یعنی یه لحظه کن ایش بخشتبیغه یعنی من هجی میکنم بعد میگه اس او اس آ ان ان ا ای ام او املاوت گفتیم او دو تا نقطه والاش باشه میشه او املاوت صدای او میده او ال ال ای اغ موله سوزان موله تمرین شما چهار میگه وی هایسنزی یعنی شما چی نامیده می میشید به جواب میده ماکس مایا ماکس مایا بعد آ میگه وی بیته ببخشید ویش شقایب است این رو یه نفر چجوری می میسه بعد به جواب میده مومنت یعنی یه لحظه کن ایش بخشتابیقه یعنی من الان هجیش میکنم ام آ X ام آ اوپسیلون A ار ماکس مايا خب همینجور که میبینید شماره سه تمرین شماره دو و سه و چهارش رو با همدیگه کار کردیم شماره دو بود سامی خدیرا شماره سه بود سوزن مولا و شماره چهار بود ماکس مایا این مکالمه رو خواهش میکنم که کامل برای خودتون جا بندازید و کار بکنید حروف الفا رو تمرین بکنید این پایه زبان آلمانی که بسیار بسیار مهم هستش سمت چپ و راست من دو تا ویدیو اومده دست راستی لیست پخش تمامی قسمت های آموزش زبان آلمانی سطح آ 11 از روی کتاب پلوس پونک دوچ و دست چپی بهترین و محبوبترین ویدیوی کانال هستش به انتخاب خودت بزن رو هر کدوم که دوست داری تماشا بکن